سلام صبح شما و خیر در بخش ورزشگاه با شما هستیم تشکر از ایمال و مریم عزیز صبح برفی شما بخیر بخش ورزشگاه دکتر شب ابراهیم الکوزی متخصص ارتوپدی در رابطه با پیشگیری از آسیب های مچ پا صحبت خواهیم کرد دکتر صبح بخیر بسیار خوش آمدید چرا موضوع آسیب های مچ پا انتخاب سلام. شد صبح شما هم بخیر صبح بیننده های برنامه ورزشگاه هم بخیر من تصحیح بکنم من متخصص ارتوپیدی نیستم من فیزیوتراپیست هستم که برای من مصدد گفت <laughs> بله خب باز حساب کنید امروی جان آسیب های پا یکی از شایع ترین آسیب هایی است که ورزشکارها ها به او مصاب میشن چرا که مچپا پا بیشترین جایی هست که در اونجا استخوان لیگامان بله. ها و تاندون های که وجود داره بیشترین فشار قرار هست در اون ناحیه بیه یعنی کل وزن بدن او فرد حرکت های او فرد قرار هست در یک ناحیه بسیار خوردی بله. در اونجا اعمال شود در یک فضای بسیار خوردی اعمال شود که او فضا های ریسک است اصطلاحا فضای پرخطری هست و میتونه باعث ای ایجاد مشکل برای ورزشکار شد. البته مخصوصا باز ورزش ها متفاوت است. ورزش هایی, در هایی که ورزش ها دقیقاً بیشتر خطر داره. خطر در ورزش هایی که با دوش و توپ همراه باشه. از، یعنی یک طیف وسیع از ورزش‌ها رو می‌گیرن فوتبال بسکتبال دقیقاً بالیبال. فوتبال بسکتبال والیبال و از طرف دیگه ورزش‌هایی که مثل ورزش‌های رزمی هم مثل تکواندو و کاراته که به اصطلاح باز روی پایشان میان حرکت میکنن در اونها هم باز مؤثر هست تاثیر یعنی احتمالش خیلی زیاد حتی در دوش مثلا در همین تاثیر که فعلا دیده میشه تصویر قبلی بحث ای هستش که چه کار باید بکنه یک ورزشکار تا دوچار آسیب مچپا نشه ما بیشتر میخوایم راجع به این باید بکنه یک ورزشکار ببینید اول خو یک موضوعی رو ورزشکارا باید در نظر بگیرن که اگر از اینجا میخوایم شروع کنیم اگر یک کسی دوچار آسیب مچپا شد مچپایش حالا به اصطلاح در خورد اصطلاحاً عامیانه میگن که پایش مچ خورد احتمالی که در طی دوازده ماه آینده این دوباره مچ پایز و مچ بخوره پنج تا یه هفت برابر میشه اه. یعنی ریسک خطر دوباره زیاد میشه پس اولین کار ما توصیه میکنیم برای ای افرادی است که تا زمانی که کاملا آماده نشدن باید رایت بکنن یک سر نکات را درمانشان را نباید سرسری بگیرن باید پرسه باستوانی یا توانبخشی از او را به خوبی اجرا بکنم او را تعقیب بکنم این پرسه چه مدت طول میکشه؟ ام ام با میکنم؟ چیزی فرق دفت... نه اول خب یکی به گرید یا درجه او آسیب مچپا به صلا بستگی داره دوم بر... گفته میشه حتی تا دوازده ماه ورزشکار باید احتیاط بکنم یعنی با یک مچخوردگی ساده در ناحیه مچپا باید دوازده ماه تمریناتی رو که برشان حالا یاد میدیم باید اینا رو انجام بدن تا خطر زیر جلو زیر بگیرن که باز براشون مشکل پیدا نشه خیلی قسمت اوکیم. حساسی هست برای ورزگار بله دقیقاً, دقیقا. دقیقا قسمت حساسی است چون او را از توانایی حرکت کردن و به صلاح توانایی قدرت او فرد را اصلا از او میگیره و آیا سن سال هم نقش داره؟ قطعا هرچی که سن بالاتر با. میره اگر فرد دوچار آسیب شوه بعد از او باز پروسه باستوانی از او سخت تر میشه از همین تصویر شروع بکنیم بله سه دقیقه وقت داریم اه... ببینیم تصویر را آره. مصدق جا خب یکی از کارهایی که فرد باید بکنه قبل از اینکه تمریناتش رو شروع بکنه باید همین تو که در این تصویر نشان داده شده سر انگشت پا ب... بیای بالا باز برعکس سر کوری پا بیا بالا این فلش که میزنه یعنی برعکس میشه یعنی یک بار میای روی انگشت پا یک بار میای سر کوری پا این یک تخته مخصوصی است تا 12 ما باید از این تخته استفاده بکنن اصطلاحا تخته تیلت بورد برش گفته میشه این تخته تعادل فرد رو بر هم میزنه و کمک میکنه که حس عمقی مچ پای به صلاح برگرده روی از این تخته استاد میشه در مراحل اول بعد از او هایش رو میبنده مثلا بعد از ده روز که بهتر شد بعد تمرین سختتر میکنه بد. روی یک پا استاد میشه بعد از او دست پایش رو حرکت میده یعنی تمرینات متفاوت بعد ای یک کار دیگه ای که او فرد باید انجام بده یک همچین حالتی هست خب که این میتونه روزانه چندین بار انجام بده یک تکه یک پارچه ای رو زیر پایش میندازه و بعد کوشش میکنه سعی میکنه که جمع بکنه او پارچه رو بلد. و با این کار اصطلاحا تقویت کرده عضلات کف پایش را و حس عمقیش را باز برگردانده تصویر بعدی میشه ببینیم مصدق جان خب یک کار دیگه ای که هست باید فرد بشینه بر حال قبل از تمرین و پایش رو به حالت بچرخونه به سمت داخل بچرخونه به سمت بیرون این پا روی ای پای دیگه هست نه 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 این پا حرکت پا حرکت عکس پا پایین که حرکت هست دورانی است دورانی دقیقاً هم حرکت دورانی رو انجام بده و همی که مثلا فرد میخواد کف پایش رو ببینه یعنی حرکت چرخاندن پا که بتونه به طور مثلا که شما نشستین کف پا رو میخوای ببینه و برعکس میکنه و یک حرکت دیگه حرکت دورانی هست که شما فرمودین که او حرکت دورانی است حرکت دیگه که تصویرش هم هست حرکت به صلاح این ای, خو... ای البته بیشتر بحث خود آسیب هست که میخواستیم تصویر بعدی فکر میکنم حرکت به صلاح بله ببینید تصویر سمت چپ ما و شما یعنی پا رو باید بیاره بالا و بیاره پایین خب حرکت پا... بالا بردن پا و پایین آوردن از او و دیدن کف پا و به صلاح برعکس اینها تمریناتی هستن که باید قبل از ای که به صلاح در حین گرمکاری بهتره که ورزشکار رو انجام بده مخصوصا ورزشکاری که قبلا یک بار دو چهار آسیب مچ پا شده. بسیار هفته بعد تخصصی تر در رابطه با ورزشکاران و آسیب هایی که ورزشکاران در جنی... جریان ورزش مختلف میبینند. با شما صحبت می‌کنم دکتر صاحب ابراهیم علیکوزای متخصص فیزیوتراپی تشکر که آمدید از امشب رقابت های جام ملت های آسیا آغاز خواهد شد بحرین امارات ما هم از طریق شبکه جهانی لمر با شما هستیم هشت و شب منتظر ما باشید وقت خیر.